بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و شیخ سلمان بن حامد آل خلیفه ولیعهد بحرین پنج شنبه در یک مکالمه تلفنی درباره ایران و مشارکت احتمالی بحرین در ایجاد یک کارخانه تولید واکسن در اسرائیل مذاکره کردند. شهرام بهرامی نجات گزارش می‌دهد. اسرائیل، بهرین و امارات متحده عربی در نیمه سپتامبر در چارچوب توافقهایی به ابتکار دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا اقدام به عادی سازی روابط کردند. پس از مذاکرات تلفنی روز پنجشنبه، اسرائیل و بحرین بیانیه‌هایی صادر کردند. دفتر رسانه های دولتی بهرین در توییتر نوشت در این گفتگو بر اهمیت شرکت کشورهای منطقه در هر گونه مذاکره در مورد پرونده هسته ای ایران تأکید شد. در بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل بدون اشاره به ایران آمده است که نتانیاهو در مورد دیدار از بحرین پس از رفع محدودیت های ناشی از ویروس کرونا صحبت کرده و ولیعهد بحرین نیز نسبت به امکان پیوستن بحرین به سرمایه گذاری در یک کارخانه تولید واکسن در اسرائیل ابراز علاقه کرده است به گزارش رویترز آقای نتانیاهو روز چهارشنبه گفته بود با مدیران شرکت‌های داروسازی فایزر و مدرنا برای ایجاد تأسیساتی برای تولید واکسن در حال گفتگوست. مدیران این شرکت ها تا کنون به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ ندادند. اسرائیل پیش بینی می کند حجم معاملات تجاری بین اسرائیل و بحرین در سال 2021 بدون محاسبه توافقهای نظامی احتمالی و توریسم به 220 میلیون دلار برسد. شهرام بهرامی نژاد صدای آمریکا